سلام خدا، سلام بر شما به برنامه نگرش خوش آمدید. گزارش ها می رساند که سفر رئیس جمهور غنی به قطر لغو اعلان شده است. اینکه قطر در پروسه صلح افغانستان چه نقش را بازی کرده می تواند و دلایل لغو این سفر کدام ها است در برنامه امشب نگرش، من مصطفی فیضی را با مهمانان خود خالد پشتون عضو مجلس نمایندگان، محمد ناطقی کارشناس سیاسی و سفیر پیشین افغانستان در لیبیا به بحث میگیریم. مهمانان گرامی سلام، به برنامه خوش آمدید. آقای ناطقی، میخوایم بحث با شما آغاز کنیم. فکر میکنید روی کدام دلایل اساسی سفر رئیس جمهور غنی به قطر لغو شده؟ سلام خدمت بینندگان عزیز. دلایل اساسی و غیر اساسیش هنوز معلوم نیست، به خاطری که ما در ارتباط با لغو این مسافرت شاهد کدام اعلامیه رسمی از طرف ریاست جمهوری، از طرف ارگ ریاست جمهوری نیستیم. اونتا معاون سخنگوی به نام که کسی که تازه تعیین شده آقای سید ظفرشاه باید باشه، ایشان عمدترین مسئله را که به صورت مختصر مطرح کرد، مسائل امور داخلی حکومت و مسائل داخلی است و ایره گفتن کار بسیار زیاد است و به دلیل اشتغالات خیلی زیاد و مشغله های زیادی که رئیس جمهور داره، بنابراین سفر به تعویق افتادن. ما فقط همین مقدار از اونا شنیدیم، منتها حدس و گمان های زیادی وجود داره بر این که در ارتباط با مسئله مصالحه سه چهار تا نکته اساسی مطرح است. اولا مکان این مذاکرات هست که در حال حاضر چین ظاهرا مکان جدیتر نسبت به قطر خواهد شد، و مسئله دوم هم مسئله تیمهایی است که از طرف طالب در مذاکرات آمدن و اینطوری نشان داده شده که این دوتا تیم، یعنی تیمی که به رهبری سید طیب آقا در قطر برای چندین سال اونجا مستقر شده، و این تیم با تیمی که در چین مذاکره کردن که مسئولیت از او توسط رهبری، یعنی مسئول اون تیم در واقع آقای کی بود؟ آقای حسن رحمانی، مولوی حسن رحمانی و دو نفر از همراهانش که اینا در هفته گذشته یک مذاکرات محرمانه داشتن. بنابراین این دو تا تیم بسیار متفاوت هست از طرف طالبا هست، و مسئله سوم هم حامیان این دو تا تیم میتونه باشه. یعنی این دو تا تیمی که الان یکی در قطر مستقر هست و تیمی که به صورت سیال رفت آمد داره در چین، اینطوری گفته میشه که هر کدامی از اینها به اصطلاح کشورهای و حامیان خاص خود داره. به عنوان نمونه اون تیمی که در چین مذاکرات را پیش میبره و هیچ وجه مورد حمایت کشورهای عربی و شاید هم مورد علاقه آمریکایی ها نباشه، به خاطر از اینکه محل مذاکرات برای غرب همین قطر است، چون که روی از این مسئله اینا بسیار کارم کردن و در یک حد، در یک مرحله، در یک حدی پیش رفتن که خود مقامات آمریکایی با مقامات قطری گفت که اینا را دفتر شد چی بکنید، اجازه بدین که اون دفتر همون ساختمانی که برای جور کرده این افتتاح شد، که 24 ساعت هم افتتاح شد و بعد با مخالفت شدید حکومت افغانستان اون دفتر بسته شد. در مجموع اینطوری استنباط میشه که نمایندگی قطر و هیئتی که در اونجا مستقر شده به رهبری طیب آقا، اینا حامیان خاص خود داره، و این تیمی که در چین مذاکره میکنه اینها هم به صورت مشخص مورد حمایت چین هست، مورد حمایت پاکستان هست، و این گروهی که دو سه روز پیش مذاکره، چند هفته گذشته مذاکره کردن که از طرف افغانستان، از طرف شورای عالی صلح آقای استانکزه شرکت کردن با یکی دو نفر و انجینر عاصم هم گفته شده که اونجا بود، تا خب خیلی مثلا محرمانه شد، ولی اما رسانه های مسئله رو بیرون دادن و در اونجا تیم طالبان گفت که نمایندگان اصلی که بتونه جریان مذاکره رو پیش ببره ما هستیم، نه خبرگزاری گفتن که اونایی که گزارش دادن و اونا رد کردن اون گروپی که در قطر مستقر است، گفتند اونا به نمایندگی از طالبان نمیتونه گپ بزنه و این ما هستیم که حرف طالبان رو و سیاست مذاکره رو ما پیش میبریم. بنابراین مجموع اینها نشان میده بر این که
سفر از خود شاید لغو این مسافرت. البته یک دلیل دیگر مسئله چهارم هم باید به او اشاره بکنم که هم ارتباط میگیره و مرتبط میشه به مسئله سفر، مسئله همین تفاهم نامه است. این تفاهم نامه امنیتی که بحثش در طی این هفته های گذشته توسط شماها بسیار بسیار زیاد شد، این تفاهم نامه هم میتونه یکی از عوامل باشه برای مسئله، چون این نشد، قطعی نشد، نهایی نشد، هنوز بحث است روی این تفاهم نامه که محتوای از چی هست و روی ازی باید کارشناسی شوه و این تجدید نظر شوه، به اصطلاح بررسی شوه این سند چی رقم هست، مجلس خبر شدن، همه خبر شدن این مسئله را که به یک نحوه با یک جنجال خیلی بزرگی به اصطلاح سیاسی در داخل کشور این مسئله روبرو شد. و این هم میتونه به این معنا، چون از این توافقنامه پاکستانی ها بسیار بسیار راضی بود که این سند یک در واقع اونا برای یک موفقیت خیلی بزرگ میدانستن، الان این به چالش کشیده شده. وقتی که این سندی که مورد علاقه پاکستانی ها بود این وقتی خراب شده، اینا طبیعتا این تاثیر هم میگذاره که پاکستانی ها بگه که پس بنابراین بدون سند و مدرک چرا مرین مذاکره میکنید؟ مذاکره به مدرک و به سند درست نیست. این همینطوری گفتن، این حدس و گمان های است. البته در این که در موافقت نامه، در تفاهم نامه بحث های بسیار زیاد، تفاوت های نظر زیادی هم یک واقعیت هست و ما هم شما در جریان هستیم. آقای پشتون، بلای این بعض به آقای ناطقی طالبان بالاخره به دو دسته تقسیم کرد، کسانی که در چین مذاکره کردن و کسانی که در قطر. فکر میکنید تاثیر گذار کدام یک خواهد بود؟ کسانی که در چین مذاکره کردن یا در قطر دفتر دارن؟ مخی لدینه چیز تاسو سوال تراسمه فکر کوم یو څه مقدمه غواړي. فکر کوم چې ناطقي صاحب چې کومې خبرې وکړلې واقعا ډېر دلچسپه وې او نوې وې، خو زه موږ په مجبور کې داسې فکر کوو چې دا د صلحې پروسه یو خاص نقطې ته رسېدلې ده، او فکر کوم چې په جهاني سیاست د افغانستان په هکله په حالت کې تغییر دی. پاکستان هم په داسې یو حالت کې قرار لري چې د یوې خوا د خپلو قواوو د خپلو مخالفو قواوو د خوا سره هر ورځ در تهدید لاندې دی، او پاکستان په منطقه کښې هغه موقف چې پخوا درلودی یو نوی د مشرتابر موقف یې درلودی په اسلامي نړۍ کې، هغه تقریبا کرا کرا د لاسه ورکوي. خپل طالبان ډېر سخت مخیل دي، ورته غټ مزاحمت ورته خلق کړی دي چې هره ورځ د دوی اقتصاد، د دوی کلچر، د دوی ټول ارسو کښې دوی ته یو غټ خنډ واقع سوی دی. د درېیمې خوا که ورته وګورو د چین علاقه د افغانستان په مسله کې، تاسې وګورئ چین یو ډېر جالب مملکت دی. چین تر هغه وخته د افغانستان په مسله کښې هېڅ نه اورېدل او د پاکستان په خلاف یې څه نه اورېدل، تر هغو چې په افغانستان کې د دوی ګټې داخلې شوې. مثلا د مسو کان ګټه راداخله سوله، د شبرغان د ګازو د تیرو ګټه داخله سوله، او دغه رقم نورې ګټې هم را روانې دي چې چین داخلېږي. په مجرد چې د چین مثلا نن سبا ګرد دنیا په دې پوهېږي چې د ګټې سره ده، د ډالره سره ده، د عایدو سره ده، نو د چین موقف او علاقه بیا فرق کوي. نو په همدې اساس چون د چین د پاکستان سره پخوانۍ اړیکې درلودلې او ډېر نږدې اړیکې درلودلې، همزمانه پاکستان د امریکا سره هم ډېر نږدې اړیکې درلودلې، د امریکا او د دوی د متحدینو سره لکه انګلستان سره. نو په همدې اساس پاکستان لکه به اصطلاح د پښتو وایم لکه هندوان مومن د جنت او دوزخ تر مابین پاته دی اوس چې کومې خوا ته ولاړ شي. اوس په مجموع کې ډېر جالبې جالبې اوازې موږ اورو. مثلا اوازهای جالب کدام؟ مثلا داسې اوازه موږ تېره ورځ واورېدله چې د طالبانو مشرتابه یا مثلا خپل ملا عمر شفت سوی دی یا کډه سوی دی یا بیولل سوی دی و قطر ته تللی دی، ورېدی اوس دی نور په پاکستان کې نه دی. پس هرگاه این اوازه دقیق اگر راست باشه، پس شما دقیقا مخالف اون حرفایی را که چند لحظه پیش آقای ناطقی گفتن شما هستن. به دلیلی که گفتن ملا حسن گفته تصمیم گیرنده ما هستیم نه کسانی که در قطر است. در دیر امکان داری چې ملا حسن دا خبره چې کړې ده، ملا محمد حسن موږ تاسې کره پېژنو، د اخري وخت کې چې طالبانو سقوط کاوه د قندهار والي و او مشهوره سړی دی په قندهار کې، د قندهار د روزګان د ولایت دی. مطلب امکان لري چې ملا حسن دا خبره د خپله ځانه نه یې کړې، دا جز د هغه پروسې ده لکه مخکې چې ما تفصیل ورکوي چې پاکستان اوس د دوو قطبو تر مابین بند پاته دی. او دا بالکل زه د ناطقي صاحب سره موافق یم په دې موضوع کې چې د قطر ټیم چې دی هغه ټیم دی چې جهانیان یې مخته بیایي. تاسو نن سهار
سهار په خبرو کې باوریدلی وي چې هغه درې کسه د ګوانتانامو بندیان ملا فاضل ملا خیر الله خیرخوا او یو نفر بل دی د هغو یو کال دوره پوره سوه نو په آینده درې ورځې کې باید د دوی موجودیت په قطر کې تمجید سي یعنی آیا هغه قیودات چې د دوی د سفر پر شرایطو باندې وضع سوي وو د جهانیان د خواست هغه باید تمجید کړي او که د منځه یوسي آقای پشتون با توجه به حرفهایتان په شما اشاره میکنین که طالبان به دو بخش تقسیم نشده یا دو گروه و دو بخش مذاکره را پیش میبرن نه پیش نمیبرن نه نه ابدا ز فکر ز بدی که موافق نیم البته حالات به دات سرګند کی ز داس فکر کوم چې طالبان د پاکستان په میانجګری ورکتی کنفیوزد او دا ورکتیا د دوی په سیاسي دګر کده هغه گروپ چې دی هغه غربیان تقویه کوي هغه د امریکا او د انګلیس گروپ او چې په کې ډیر غټ خلک داخلي دا تازه گروپ چې چین ته ځي او محمد حسن رحمانی تقریبا د څورلس کالو څخه مطلق خاموش وو نه د جنگ په دګر کې چالیدل دي نه په سیاسي دګر کې چالیدل دي او د فتن په چین کې راوځي دا مسله زما په کې د عادي موضوع نه ده دا موضوع یو شکل نیولې دي د بل خوا د تفاهم نامې مسله چې ناطقي سب اشاره وکړه زه په دې موضوع کې هم موافق یم چې دغه تفاهم نامه هم په یو غټه ستونزه کې راغله ځکه ډاکټر صاحب اشرف غني تېره شپه چې وکیلان دعوت کړي وو ارګ ته کومې 50 کسه موږ دعوت وو چې زه هم په هغه دعوت کې شامل وم هغه ډېر ښه وضاحتونه ورکړه خپله ولسمشر او هغه مسایل یې وویل چې موږ دا شی نه دي امضا کړی هغوی مطلق پښیمانه سوله او ډېر مخالف طرف وایي چې یا دا امضا سوی دي موږ تاسو په تېره هفته کې مصاحبې چې درلودلې موږ تاسو نظر دا و چې دا امضا سوی دي و داسې ویل کېږي دا امضا سوی نه دي او که امضا سوی په ډېر کښته سات امضا سوی دي چې هغه کوم تاثیر نه لري اوس په هغه کې باید تعدیلات راسی پاک به تغییرات راسی نو زه فکر کوم که دغه ټول مسائل را واخلو په یو چوکاټ کې موږ شیږو دا چوکاټ فرق کړی دا چوکاټ فرق کوي اوس په حالات ته وګورو زه فکر کوم چې یو غټ تغییرات را روان دي یو غټه مسله را روانه ده او خپل اشرف غنی ډاکټر صاحب اشرف غنی ولسمشر هم په څو ځلې وجه مسایلو ته اشاره کړې ده چې موږ مسایلو ته خوشاله آقای پشتون به حرف قبلیتان میگه که گفتن علاقه چین نسبت به افغانستان تغییر کرده این چرا تغییر علاقه است و چون تغییر دید است که نسبت به افغانستان کرده ولی سرمایه گذاری 46 میلیارد دلار در پاکستان میکنه بالکل در ربط لري بالکل معقول تاسو وګورئ چین وس مجبور دی چین وس د ګوادر په مسله کې علاقه ښکاره کوي مثلا په نور ساحلو کې د پاکستان علاقه ښکاره کوي د پاکستان سره د دوی ډیرینا علاقه چې وس افغانستان د دوی سره دینس جلا کولای افغانستان مجبور دی چې په دې حلقه کې ځان داخل کړي ولې په دې خاطر چې دوی سره سرحد لري د بلې خوا چین په افغانستان کې ګټي مستقیمه داخلي سوی مثلا 200 میلیون ډالر د دې کان د کال اخراج دی مثلا د شبرغان تیل دی د افغان غاز دی دا ټول مسله نور ګورئ تاسو یو مسله ډیره مهمه ده د افغانستان لپاره او د چین لپاره نسبت ودیته چې کاناډا سره قرارداد کوي یا د استرالیا سره کوي یا د انګلیس سره کوي جرمني هغه ډیر ارزان تر دی چې موږ د چین سره وکړو او د چین لپاره هم دا ډیر ارزان تر دی چې دوی وسپنه او یا مس د نور دنیا سره وړي د لیر منته کوي اما یک دیگر باید متوجه بشه مقر پښتون که ما شما روابط گسترده با کشورهای غربی داریم غربی هم په دې کې علاقه ښکاره کړی تاسو خبره مثلا اینجا شما اشاره میکنید که منافع چین با منافع غربی ها در افغانستان یکی شد تقریبا وس تاسو وګورئ زه په دې تاسو ته کاملا اطمینان درکوم چې د چین د مسو د کان اخیستلو کې د امریکایانو موافقه وه د انګلیسانو موافقه وه هغو ابدا په دې موضوع کې مخالفت نه ښکاره کړی ولې په دې چې هغوی په دې پوهېدل د هغو دپاره دا کار اقتصادي نه تمامېدی یا په اصطلاح فیزیبل نه و تشکر بیننده های عزیز آقای موسی فریبر استاد پانتون کابل نیز در بحث با ما اشتراک میکنند اما حالا وقت بعد هم به برنامه نگرش خوش آمدید جناب فریبر صاحب آیا واقعا منافع چین با منافع غربی ها در افغانستان فعلا نزدیک شده یا بالاخره به طرف یکی شدن میره که چین هم در پیوند به پروسه صلح افغانستان از خود ابراز علاقه نشان میده و دیدارهایی که مقامات افغان با مقامات طالبان در چین داشتن نشان دهنده می است یا خیر بسم الله الرحمن الرحیم و بین استعین بار سلام به شنونده و بیننده و همکاران تخنیکی شما و شرکای محترم حاضر در بحث در عالم سیاست چیزی که خیلی مهم است بدیوبستان است گیونتک است چی میتی چی میگیری دشمنی هایی که بین انقطاب های ایدئولوژیک ما در دوران جنگ سرد ما قبل سقوط اتحاد شوروی میدیدیم با خصومت هایی که بعد از پایان جنگ سرد و انحیار امپراتوری شوروی در جهاد افغانستان به وجود آمده متفاوت است از نظر ماهوی و از نظر شکلی
چین هم منافع داره در دنیا و در کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا و علاوه بر قیاس کشورهای دیگه هم در چین و در یه حوزه مهم جغرافیایی منافع دارند و هر کشور به نحوی از آنها در جستجوی منافع ملی خود است. منافع ملی میتونه در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک چی کنه متبلور شود. تا جایی که برابر قدرت ها مقدور است میتونن در بعض مقاطع با وجودی که با هم اختلافات بسیار جدی دارن چی کنن کنار بیان. و در افغانستان در پروسه سال اینها کنار آمدن که قطر گذاشته شد و آمدن در چین. ببینین وقتی که ما پای چین میبینیم که در قضایای سیاسی داخل میشه این نشانگر یک واقعیت است که چین دیگه آل از قطب اقتصادی میخواه وارد قطب سیاسی هم شوه. یعنی در گذشته می دیدیم پس از پایان جنگ سرد و سقوط امپراتوری شوروی چین بیشتر نقش اقتصادی داشت در جهان. اما پس آن دیدیم که باز با روسیه متحد شد و پیمان شانگهای ساخت. این آغاز یک حرکت بود برای تبلور نقش سیاسی چین در قضایای جهان و قضایای منطقه. دیگه شک نیست که روسیه و چین از پیشروی ایالات متحده آمریکا و غرب به طرف مرزهایشان و به طرف حوزه منافع حیاتیشان احساس خطر میکنند. و علاوه بر قیاس بحران افغانستان یک چی شد؟ یک موضوع بسیار مهم و بسیار بغرنج برای کشورهای منطقه شد، قدرت‌های منطقوی و مثل قدرت‌های جهانی مثل چین و روسیه که ایالات متحده آمریکا به بهانه دهشتگردی یا مبارزه با دهشتگردی در افغانستان دنبال چیست؟ و اما میدانیم که پاکستان نقش متناظر یا نقش چند جانبه را در سیاست خارجی خود با کشورهای مختلف با بلاک غرب با چین با روسیه و با هندوستان و با کشورهای دیگه مهم منطقه بازی میکنه. یک چیزی که مبرهن است تا جایی که من از گپای دوستانم شنیدم چین رابطه بسیار تنگاتنگ و نزدیک با پاکستان داره و پاکستان یک کشور وسیع است دارای منابع غنی اقتصادی است و بازار بسیار بزرگ برای چی است؟ برای صدور تولیدات چین است. و از طرف دیگه مخالفت هایی که چین با هندوستان داره، مخالفت هایی که چین با روسیه سابق داشت روی هم رفته و با جهان غرب برابری ایالات متحده آمریکا داره. و از طرف دیگه پاکستان چون سیاستمدارای فوق العاده زیرک دارن و یک منافع ملی تعریف شده داره پیش همه احزاب اسلامی چپ راست و در مقاطع مختلف سیاست جمهوری اسلامی پاکستان در قبال خصوصا هند و افغانستان هیچ وقت تغییر نمیکنه. حالا شما اینجا اشاره میکنین استاد که چین با داخل شدن به قضایای افغانستان میخواهد قضایای افغانستان به خصوص ناامنی افغانستان یک طرفه کنه چون تهدید است برای چین و روسیه و پیمان چین. ببینین یک چیز را که من میخواستم در آغاز اشاره کنم وقتی که ایالات متحده آمریکا بار بنی خود الظاهر از افغانستان جمع میکنه اگه او اعتراف نمیکنه رقباش میگه ایالات متحده آمریکا در افغانستان شکست خورده. اما دقیقاً ما پیمان داریم با خب ببینین اما ما خود در عمل دیدیم که پیمان را که دولت افغانستان عجولانه خصوصا آقای غنی و عبدالله با جانب ایالات متحده آمریکا بست کوچکترین دستاورد برای دولت و ملت افغانستان نداشت و برعکس اوضاع افغانستان وخیمتر از گذشته ساخت. معنایش است که پیمان با یک موضوع کنلم یکن در افغانستان تبدیل شده و هیچ گونه خب اگرچه آقای اتمر و همسالم وانمود میکنند که بر ما معنی 13.5 میلیارد 13.5 میلیون دلار یا روی روزانه یا ماهانه نمیفهم دقیقاً بر ما کمک میکنه اما عملا میبینیم که در 24 ولایت افغانستان جنگ است و جنگ آمده در حواشی شهر کابل و در ولسوالای اطراف کابل جنگ انتقال پیدا کرده. به این معنا که ایالات متحده آمریکا با خروج خود تمام مسئولیت افغانستان به خصوص صلح میگذاره به کشورهای منطقه به خصوص چین و روسیه والا پاکستان. ببینید ما به یک نقطه بسیار کلیدی جا میخوایم اشاره کنم. ممکن در قضایای جهانی بین چین و ایالات متحده آمریکا در مورد قضیه افغانستان نوی از معامله و دیل صورت گرفته باشه. یعنی وقتی که دست چین و دست پاکستان در قضیه افغانستان بازگذاشته میشه و ایالات متحده آمریکا گفتی ایرانیا جا خالی میکنه معنایش است که در پشت پرده بین ایالات متحده آمریکا و غرب و چین در سایر نقاط جهان معامله شده. امی که چین میاید در قضیه افغانستان ادعا میکنه که ما میخواهیم زمینه مصالحه را بین دولت افغانستان و مخالفان مصالحه دولت
فرام بسازم معنایش است که چین به نوع از آنها بدون استشاره و ایمای ایالات متحده آمریکا نمیتونه پا از گلیم خود فراتر بگذاره و در قضیه افغانستان مداخله کنه. پس اون قدرت اقتصادی و داخل شدن قدرت اقتصادی به سیاسی اینجا به چه معنا که بدون اجازه ایالات متحده آمریکا چین کار کرده نمیتونه؟ ببینید چین مشکلات در روابط خود با دنیا داره، با ایالات متحده آمریکا و غرب داره، مشکلات با ژاپن داره، عملا مشکلات با کره جنوبی داره که از حواشی این مسائل ما نمیتونیم براحت بگذاریم و از کنارش بی تفاوت عبور کنیم بگم چیزی نیست. بنان چین بنا به علاقمندیایی که در منطقه داره نظر اقتصادی و امو هژمونیزمی را که قبلا روسا چی را متهمه ساخت رهبری موسوتونگ در چین، چین به نوع از آنها خیال بزرگ را در سرش میپرانه که در واقع امپراتور آسیا چین باشه و از این نقش هژمونیستی چین ما نمیتونیم در ابعاد سیاسی و اقتصادی انکار کنیم. تشکر آقای ناطقی. واقعاً ایالات متحده آمریکا در قضیه افغانستان جا خالی کرده و یا معامله صورت گرفته میان ایالات متحده آمریکا در کل غرب با چین؟ ببینید اصل گپ خود ما باید به صورت متمرکز روی موضوعی که الان مطرح است، مسئله مذاکره و گفتگو با طالبان است. این مسئله رو ما با عنوان محور گفتگوهای اون ربط با این داره چون چین داخل قضای افغانستان شده. الان عرض میکنیم یکی از مسائلی که امکان داره روی از این مسئله بین آمریکا و بین پاکستان حتی و چین اختلافات باشه همین مسئله گفتگوها و مذاکرات است. ما پیشتر اشاره کردم به شما که به صورت در حدود 3-4 سال مذاکرات اصولا آدرسش و محل مذاکرات مشخص شده بود که قطر است. بله. و آمریکایی ها و غربی ها روی قطر خیلی تاکید داشت و خود کشورهای عربی هم روی قطر، ولی با این مذاکرات قطر پاکستانی ها خیلی علاقمندی نداشت. در حال حاضر این آقای طیب آقایی که رئیس تیمی مذاکره کننده است با اون 5-6 نفر اینا، ای از اون لحظه ای که در پاکستان مستقر شد، در قطر مستقر شده، میگه ای اصلا به پاکستان بر نگشته و برگشتم نمیتونه. یعنی ای خودش دلیل بر این که اون چی که در قطر میگذره بسیار بسیار متفاوته با اون چی که در چین میگذره. بله. یعنی هم به لحاظ محل مذاکرات و هم به لحاظ دیدگاه ها، یعنی اون دیدگاه هایی را که آخر این ما در مذاکرات نبودیم، ولی وقتی که رسانه های مسئله را با صراحت اعلام میکنه از قول ملا حسن مولوی حسن رحمانی که او با صراحت میگه اون چرا که مذاکرات را که پیش برده میشه در ارتباط با مسئله چی ما هستیم، یعنی این هیئتی است که ما این صلاحیت داریم، یعنی ما این و حتی تصریح میکنه میگه اون گروهی که در چی هست نمایندگی از ما نداره. پس معلوم میشه که دیدگاه های بسیار متفاوت در بین هر دو تیم هست. این اونا رو قبول نداره، شاید از اونا سوال کنی اونا اونا رو قبول نداره. ما مشخصا بالای بس خود بریم واقعا ایالات متحده آمریکا در حالا و هم در ارتباط با محل مذاکرات و این در افغانستان هم مثلا بحث شد. در یک وقت رئیس جمهور خواسته بودن برای اینکه بحث مذاکرات جدی میشه و از احزاب سیاسی خواسته بود که چند مسئله را، یکی محل مذاکرات کجا باشه و مسئله دیگه موضوعاتی که در مذاکرات مطرح میشه چی باید باشه و نقش شورای عالی صلح هم مطرح کردین، سه تا مسئله را. بنابراین این ما میخوایم بگیم که به صورت به اصطلاح تاریخی و به صورت یعنی اونی که سابقه داره مسئله قطر است، اما نقش اساسی را در مذاکرات صلح این پاکستانی هاست که میزنه. در این هیچ شک نداشته باشیم و اگر صلح در افغانستان و اگر جنگ در افغانستان دوام پیدا بکنه نقش محوری و اساسی را نه ایالات متحده آمریکا داره، نه کشورهای عربی دارن، نه چین داره، هیچ کس. نقش اساسی را در ارتباط با صلح و جنگ افغانستان پاکستانی‌ها داره و مشکل است. و جا خالی کردن ایالات متحده آمریکا. شما حالا او تعبیر بزنید زیاد چی نگیریم، ما می‌خوایم به اونم بگیم. روی از این جهت اون چیزی را که پاکستانی‌ها روش متمرکز بکنه برای اینکه مثلا جریان مذاکره باید به همین سمت بره. ایالات متحده آمریکا در نهایت امر حرف پاکستانی‌ها را چیه؟ گوش می‌کنه. و این مسئله برایش اون چنان به اصطلاح مشکل استراتژیک نداره. اونا درسته که یک مقدار سرمایه گذاری اینا در ارتباط با تیم قطر کرده بودن، هماهنگی هایی کرده بود، زمان وقت گذاشته بود اینا، ولی الان که پاکستانی ها
ارادش، عزمش و تصمیمش بر این باشه هماهنگ با چین که افغانستان هم حرف نداره، افغانستان بالاخره افغانستان صلح میخواد، افغانستان صلح میخواد و این صلح افغانستان با پاکستانی ها اتفاقا مگه باید چی شد. و اگر به این نتیجه رسیده باشه افغانستان که گروپ قطر یک گروپی است که الان ایزوله شده، بی خاصیت شده، ولی آمریکایی‌ها اینا مثلا پشت سرش باشه، وقتی که اونا بریده باشه از متن اصلی خو، آمریکایی هم پشت سر دنیاست، اونا دنبال منافع هست. بنابراین مذاکراتی که در چین صورت گرفته به نظر ما در شهر آمقوی این به مراتب سنگین‌تر و جدی‌تر است از اون چیزی که الان در قطر صورت بگیره، یا در آینده الان که رئیس جمهور هم در قطر نرفتن، این خودش معنیش اینه که اونچنان اهمیتی نداره، چون یک هفته پیش مذاکرات و حرفای اساسی و اصلی در اونجا گفته شده. بنابراین در این دو تا محور و در این دو تا مکان خدمت شما عرض کنم وزنه و ترجیحات و به اصطلاح سنگینی با تیمی است و مذاکره است که در چین صورت میگیره. آمریکایی ها جا خوش کردن یا نکرد، آمریکایی ها به هیچ وجه در نهایت امر با این مسئله مخالفت نمیکنند. چرا؟ به خاطر که آمریکایی ها در مسئله صلح افغانستان و در مسائل افغانستان میدونه که پاکستانیان در کجا هست و چه نقش اساسی و محوری داره. پاکستان در واقع جزئی از مشکلات و دشواری های افغانستان است، اگر میتونه جزئی از صلح هم باشه، جزئی از جنگ هم باشه. تشکر. آقای پشتون، فکر میکنید که واقعا ایالات متحده آمریکا پشت آن گروپ یا بالاخره حمایت آن گروپی که در قطر است رها کند و بیان با چین و پاکستان یک جا شود در افغانستان صلح به 99 خواه؟ بلکل، زه دلت غارم یو جو توی جمعی زفی ویم یو خود استاد مخی موضوع اشاره وکرله، زه فکر کوم ده حالت دید مایوسی حالت دی باید دوان اوغانا مایوس نیی چی ده امنیتی ترون ده افغانستان ده پار ایس گرد ندلو ده 14 میلیارد دادر از اغانی مکشی تسهیم وکملت ده کال امریکا و افغانستان ترکی چی پا جهان کی نزدی ترین ملک امریکا تی اسرائیل جی اسرائیل پیدقن ده پیسیان ایخی. اما دقیقا در افغانستان در اجازه رک دغه 14 میلیارد ډالر شپې ته فی سره ستا بودیجه تملی 3,500,000 اسکر دی په دغه پیسو باندې د مخالف مقابل جنگیږي. وخت یو نیم لک اسکر په افغانستان کې موجود و، امنیت را نغي صرف په امضا باندې څنګه امکان لري چې امنیت راځي؟ خو د امضا هدف دا و چې زه ستا قواوې تمیلوم، ستا قواوې جنګوم، ستا قواو ته پیسې ورکوم، ډوډۍ ورکوم، معاش ورکوم، هغه دی نن د افغانستان په ګټه بني، زما او ستا قواوې په ډېر افتخار سره جنګیږي. دا چې جنګ ولې ډېریږي، ستا عسکر د تربیه کوي، طبیعي ده، دا تا ته مخامخ نه شي ویلی. دا جنګونه جوړ ډېر شوي دي، ستا نن پولیس، اردو او امنیت ویلي په تمام جرأت سره جنګیږي. د چا په زور جنګیږي؟ د جهان په زور جنګیږي، ځکه که د جهان پیسې نه وي ابدا دوی جنګېدای نه شي. رالو ستاسې سوال ته، زما عقیده دا ده، ډېر امکان لري زه د ناتقي صاحب سره دلته موافق یم چې د قطر موضوع د اوس موضوع نه ده، د څو کالو مخکې موضوع ده. شاید هغه وخت امریکایانو یا غربیانو د قطر مرکز په دې خاطر جوړ کړی چې د افغانانو ترمنځ سخته مایوسي موجوده وه، تفاهمات د پاکستان سره موجود نه وه. دا ګروپ د دوی د خبرې په تایید چې زه هم موافق یم، دا هغه ګروپ دی چې بیرته پاکستان ته نه شي تلی. دا ګروپ پاکستان څخه ممنوع دی او قبلار صفه خطر کی. دوی دا مرکز جوړ کی، هغه د ګوانتانمو بندیان هم راوستل الیکشن ول، د دې ځای څخه د تجمع مرکز جوړ کی، څو مجلس وسو مخشاته خلک ولاړ، یو میدان یې ګرم کی. ډیر امکان لري چې اوس دوی د نو خبرو د نو تفاهماتو چې استاد هم د خبرې ته اشاره وکړه، زه ورسره موافق یم، شایي نوې نتیجې ته رسېدلې وي چې یا د دې پر ځای چې موږ پر قطر نور بحث کوو، چون اصلي پلیران، اصلي بازیګران میدان ته داخلیږي، نو راسي چین د دې لپاره نوی مرکز وټاکو. دا یو احتمال لري، یو سیاسي تحلیل دی چې موږ کوو. شاید په واقعیتو موږ درې سره وسم نوی خبر، ځکه دا حالات دونه پټ دي او ګونګي چې موږ تر اوسه پورې به دې موضوع ته ورداخلېدای نه سو. خو د دې خلکو خبرو وڅنګ ته شاید آینده هفته او لس ورځې بعد چې دا سفر خو تاسو لغوه سوی دی، زه فکر کوم په تعویق لوېدلې یا معطله سوی وي، شاید حالات نور واضح سي او دغه اوازې چې موږ تاسې اورو چې شاید د طالبانو مشر ملا عمر قطر ته کډه سوی ویلی تللی دي، دا معنا لري که دا خبره واقعیت وي، دا معنا ده چې نور دوی طالبانو ته د پای ټکی ږدي، نور طالبان په سیاسي ډګر کې باید موجود نه وي. پس هرگاه رهبر طالبان یا امیر طالبان به قطر رفته باشد، پس اینجا به این معنا نیست که قطر مقدمتر است نسبت به چین؟ امکان داره، ډېر امکان لري چې دا کار دې وسي. په دې خاطر ما مخکې وویل دا زموږ د درستو سیاسي تحلیل دی، واقعیت د موضوع هېچ چاته نه دی معلوم.
چې کیش موږ د چین خبرې مو اوریدلې د قطر خبرې او حالات مو تحلیل کړو بینو یی چې هغه درې مشران وخت تمجید کړي دا مالدار چې دوی نور او قطر ته اهمیت ورکړي ځکه که دوی اهمیت نور کولای دا درو بنجانو چې هغه مهم بنجان دي چې پس لس کالو یا نو کالو بعد قطر تر ورسی و یو کال پوره سو دوی دغه موجودیت او د هغوی قیودات او تحریمات چې پر دوی وضع کړي وه هغوی بیرته تمجدي دي وکال لپاره نو دا معنا لري چې قطر اوس هم خپل اهمیت ساتلی دي خو د بلې خوا سره د چین موجودیت او علاقه په افغانستان کښې او په منطقه کښې موږ باید نادیده ونیسو دا ډېر مهم دي په څو لحاظو مهم دي یو د چین علاقه او اقتصادي ګټې په منطقه کښې او بل چین پولیټیسایز کیدنګ یا سیاسي کیدنګ چې چین اوس خپله دغه اقتصادي بخش څخه په سیاسي بخش اوړي او یا دا یو برخه کیږي نو طبیعي ده چین د ابرقدرت دی د جان و تستی په اقتصادي لحاظ او دوی غواړي په سیاسي لحاظ هم ابرقدرت شي او په منطقه کښې خپل تاثیرات وساتي. تشکر آقای پشتون. بینندههای عزیز، همکاران تخنیکي ما اشاره وخت خلاص. بعد ادامه برنامه نگرش خوش آمدید. آقای فریور، واقعا یک تاز میدان پاکستان است در قسمت افغانستان، بخصوص در قسمت صلح و ایالات متحده آمریکا و چین بالاخره مجبور میشن سیاست های پاکستان در قبال صلح در پروسه افغانستان دنبال کنند. ما در رابطه با پاکستان و انگلستان یک دید استراتژیک دارم که همیشه به نسل جوان گفتیم. نو نگاه غرب و نو نگاه انگلیس به افغانستان ما هیچ وقت باید فراموش نکنیم. ما همیشه گفتیم، یک بار دیگه از تریبیون تلویزیون آریانا نیوز میگم که پاکستان به عنوان یک کشور خلق و ساعه بر انتقام از دو کشور ساخته شد، بر هندوستان و بر افغانستان. سه جنگ افغان انگلیس که انگلیس ها در امپراتوریشان شکست خورد، انگلیس ها هیچ وقت به ملت افغانستان صادق نیستند و کسایی که بعد از سال 1947 تا به امروز بر گرده پاکستان حکومت میکنند عناصر انگلیسی ما هستند. ولو با ظاهر ریش و عبا و قوام آمدند اما یا گرایش های انگلیس معابانه دارند. نو نگاه انگلیس و پاکستان به افغانستان نو نگاه خصمانه است. یکی ملت پاکستان است که را باید ما از زمامدارای پاکستان باید مجزا بدانیم. ملت پاکستان است که زمامدار پاکستان نمیشه؟ به هر صورت سر از او جزئیاتش نمیریم. ما اعتقاد ما ایست که هر تصمیمی که پاکستان در قبال افغانستان میگیره ای با مشوره انگلیس است و هر تصمیمی که ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان میگیره با مشوره انگلیس است که را باید فراموش نکنیم. بنابراین وقتی که ما میگیم که نقش کلیدی را در قضیه صلح افغانستان پاکستان داره، ما را کمک انلارج میکنم و سیترش میسازم، میگم نقش کلیدی را انگلیس داره. انگلیس هیچ وقت اصل نیت به ملت افغانستان نداشته. در طول تاریخش بعد از استقلال سیاسی افغانستان در 1928 شمسی و 1919 نو نگاه انگلیس نو انتقامجویانه و خصمانه بوده. همین که افغانستان کشور مقتول اعضا ساخته، یک کشور مواد به خشکه ساخته، این انتقام تاریخی است که انگلیس نسل اندر نسل از ملت ما میگیره. همین که ما در دامن اتحاد شوروی سقوط کردیم، این در حقیقت پالیسی خائنانه انگلیس در برابر ملت و دولت افغانستان بوده. میخوایم برتان بگویم، بنان وقتی که ما میخواهیم که دولت افغانستان با مخالفان مسلح میخواهیم مذاکره، ما قطعا طرفداری مذاکره نیستم. مشکل اصلی دولت افغانستان با پاکستان است. متاسفانه دولت افغانستان و زمامدارای ما از بعد موجودیت پاکستان تا به امروز لقمه را مستقیم نمیخواهد بخوره. دست خود به شکل بسیار زحمت از پشت سر خود تو میته با میخواهد لقمه را بخوره. نیمش میرزه، نیمش هم یخنش خراب میکنه. ما فکر میکنیم که راه حل است که دولت افغانستان مستقیما با دولت پاکستان مذاکره کنه. همه ما قبول میکنیم که جنگ موجود در افغانستان جنگ نیابتی است. جنگ نیابتی است. ایره امریکا میتراف میکنه، ایره غرب اروپا میتراف میکنه و کشورهای منطقه و جهان میتراف میکنه که جنگ افغانستان جنگ نیابتی است. ببینید پیشتر آقای خالد پشتون گپ ما را رد کرد. ما میخوایم به صراحت بگویم که اگر ایالات متحده امریکا با ما صادق میبود، ما را به کمک های چی خود باید چی نمیکرد، محتاج نمیساخت. ما را به حساب مایی خوردن یاد میداد، مایی گرفتن بر ما یاد میداد. اگر به کمک های 14 سال و 13 سال اخیر نه به ما شما در گذشته هم کمک های از امریکا می گرفته در دوران جهاد و بالاخره نه او بحث علایده است. وقتی که قوای مسلح افغانستان ببینید به یک موردی که پیشتر آقای خالد پشتون اشاره کرد، من می خواهیم به نو نگاه خود بگویم. وقتی که ایالات متحده امریکا
قید میگذاره که با این شروط ما با قوای مسلح افغانستان کمک میکنیم. این کمک هم کاملا مشروط است. هرگز ما به استقلال قوای مسلح دست پیدا نمیکنیم. همیشه ما یک قوای ملیشه خود داشتیم، یک قوای نظامی مزدگیر خود داشتیم. اصل مکلفیت عسکری که یک اصل دینی است، یک اصل ملی است، او را ما در تاق نسیان گذاشتیم. اردوی ما را بردوی ماشخوار مبدل کرد و شرایط عینی و اقتصادی کشور افغانستان با کشورهای اروپایی امریکا زمین آسمان متفاوت است. بنابراین ما فکر نمی‌کنیم که عنوان یک کشور وابسته اجازه بدین ما را به عنوان یک کشور وابسته هم از نظر اقتصادی، هم از نظر سیاسی و هم از نظر نظامی الالعبد یا تبدیل کردند. بنابراین ایالات متحده آمریکا از اینه کنگلیس به افغانستان همیشه نگریسته و هیچ کس اما یک چیز دیگر آقای فریبر ما در نظر داشته باشیم که حالا ابرقدرت یکی از ابرقدرت ها ایالات متحده امریکا است نه انگلیس چطور است؟ یکی از ابرقدرت هایی که در موضوع دو قطبی است ایالات متحده امریکا است نه انگلیس. ببینید نقش انگلیس که مزاورانه در قضیه افغانستان بازی میکنه، اگر ما انکار کنیم ما در حقیقت از آفتاب از موجودیتش انکار میکنیم. به عمل ما میخواهیم بگوییم که دولت افغانستان به زیای وقت نپردازه. مشکل اصلی با پاکستان خط دیورند است. تا وقتی که خط دیورند و تشویشایی که دولت پاکستان از حضور این در افغانستان داره تا دولت افغانستان به شکل منطقی موجبات قناعت پاکستان فرام نسازه. من نمیفهم با کدام تضمینات اون حرفی که شما قبلا اشاره کردین که دید اجازه بدین انگلیس نسبت به افغانستان خصمانه است اجازه بدین اجازه بدین بفرمایید. من نمیدانم دولت افغانستان و زعمای افغانستان با کدام تضمینات تانستن که موجبات قناعت پاکستان حاصل بسازن که پاکستان واقعا حاضر شود که از جنگ نیابتی در افغانستان دست بکشه و مخالفان مسلح را نواز شریف دستور بده که شما در افغانستان دیگه جنگ نکنین. ولی عکسش ما دیدیم، گویا به مخالفان مسلح دولت دستور داده شد که شما به تشدید جنگ در افغانستان بپردازین، یعنی سرنوشت جنگ یک طرفه کنین. ای از تجارب گذشته ما میآموزیم که پاکستان در وعده‌های خود به دولت افغانستان آقای فریبر به این صادق نیست. قبلتون بهم گفتن که دید پاکستان دید انگلستان نسبت به افغانستان دید خصمانه است، کاملا خصمانه است مشکلات تاریخی و از طرف دیگر میگن مشکل افغانستان با پاکستان با امضای خط دیورن یا بالاخره با حل شدن خط دیورن حل میشه. آیا دید انگلیس نسبت به افغانستان به خاطر خط دیورند است یا مشکلات هرگاه ما امضا کنیم؟ من نمیخوام متناقض صحبت کنم. من میخوام نظاممند صحبت کنم و چیزی را که نفی میکنم چیزی را میخوام در عوضش به اثبات برسانم. دولت افغانستان تضمینات را که دولت پاکستان میخواه به ارتباط خط دیورند و به ارتباط نفوذ این در افغانستان من نمیدانم چی تضمینات را دولت افغانستان یا آقای غنی من نمیفهم که آقای عبدالله در این قضیه صحیح است یا نیست. چی تضمینات را به جانب پاکستان سپرده که مطمئن میشه که پاکستان از مداخله در امور افغانستان دست میکشه و مخالفان مسلح را می وارد سر میز مذاکره با دولت افغانستان میشانه و قضیه افغانستان گویا از نهای پاکستان حل فصل میشه. من قطعا به این باور نیستم. آقای ناطقی بفرمایید دولت افغانستان چه تضمیناتی را برای پاکستان داده؟ بالاخره چه تضمیناتی پاکستان برای افغانستان داده که مخالفان مسلح دولت افغانستان به میز مذاکره میشینن و در افغانستان صلح تامین میشه؟ مسئله تضمین اینا به نظر من در ادبیات مناسب نباشه. مسئله ضمانت و اینا، مسئله اینه که ببینید منافع است و در ارتباط با مسئله منافعی که افغانستان و پاکستان داره این مسئله باید بحث شود و دو کشور به تفاهم برسه که منافعشون در چی است. در تا حالا منافعی را که پاکستان دنبال میکرده بوده همی بوده که همطور که استاد اشاره کردن از طالبان به عنوان ابزار یا به عنوان عوامل نیابتی کار بگیره در دو جبهه هند و در جبهه افغانستان. اونتا در جبهه هند اونا با موفق نبودن. هند یک قدرت خیلی بزرگی از تمامی مرزها و اینای خونا به درستی حفاظت میکردن، اما در جبهه افغانستان به دلیل اینکه ما مشکلات بسیار زیاد داریم و مخصوصا که الان نیروهای بین المللی از اینجا رفته یک خلای یک به اصطلاح چی ایجاد شده در این جبهه اینا بسیار فعال شده و اون مسئله ای که الان از وزیرستان یک موج بزرگی از این الان در داخل کشور آمد الان در حدود 9 گروه فعلا در افغانستان از اونا حضور پیدا کرده که قبلا اونجا بود. اینا در مجموع مشکلات بسیار زیادی برای ما ایجاد کرده. پاکستان و افغانستان باید روی از این مسائل با همدیگر بشینه بحث بکنه
به یک نتیجه برسه بر این که آیا رای حل مسئله ادامه همون سیاست های گذشته است یا اینکه یک فصل جدید و یک فاز جدید در مذاکرات شروع شونه. تفاهم نامه امنیتی رو دو کشور که الان در سطوح خیلی پایین اینا رو چه کردن، این در واقع به عنوان یک مبنا برای فاز جدید و مرحله جدید دو کشور چه کردن. مسئله دومی که خیلی مهم هست که او در زمان حکومت وحدت ملی پیش آمده که بسیار اهمیت داره که در گذشته ای نبود، تنش زدایی و بهبود مناسبات کابل و اسلام آباد است و این مسئله تا یک حد بسیار زیادی را پیشرفت کرده و این میتونه کمک کنه برای اینکه ما به یک راه حل سیاسی و به مسئله صلح، این در واقع به مسئله صلح میتونه کمک کنه. روی از این جهت تنش زدایی و بهبود مناسبات بین اسلام آباد و بین کابل، یعنی بین افغانستان و پاکستان، یک گام است و یک قدم است در جهت رسیدن به یک صلح. ما پیشتر ما حرف همه دو تا بزرگوار رو تایید میکنیم، تا زمانی که ما در مسئله صلح با پاکستانی ها با یک جنبندی با یک نتیجه نرسیم، ما به صلح نمیرسیم. روی از این جهت ما به من خاطر عرض میکنم که مذاکرات را که در چین ادامه داره، این به دلیل از این سنگینتر و به اصطلاح ترجیحاتش زیادتر است که پشت سر از پاکستان است و آمریکایی ها هم به این مسئله مخالفت میکنن. در پشت سر اون پروسه قطر هم پاکستانی ها بود، چه تضمین خب وجود داره که این پروسه در یکی از کشورهای دیگر بالاخره برای انداخته نشه؟ نه ببینید، اگر این پروسه، چون محل مذاکرات خیلی مهمه، نه در مذاکرات جام خیلی مهمه، محل مذاکرات چینه. اگر محل مذاکرات رو شما در چین تثبیت کردید، قبلا در پکن بود، در این مرحله باز در ایالت سنکیان مذاکرات بردن، در شهر امقوی ظاهرا باید باشه، محل مذاکرات بسیار مهمه. اگر محل مذاکرات از قطر منتقل شد به چین و شاید هم به چین منتقل شد، چینایی ها به دلیل اینکه 46 میلیارد دلار در پاکستان سرمایه گذاری کرده و این یک بافت بسیار بنیادی بین پاکستان و بین چین در عرصه های اقتصادی ایجاد شده، روی از جهت چینایی ها هم میتونه روی پاکستان تاثیر بسیار زیادی بگذاره که ما اینجا سرمایه گذاری کردیم، نه به خاطر که ایرا تروریست ها آتش بزنه، تروریست ها در افغانستان باشه هم برای سرمایه گذاری خطرناک، در داخل پاکستان هم باشه خطرناک. روی از جهت به نظر من یک چیز بسیار مثبتیه، چینایی ها هم میتونه روی پاکستانی ها فشار بیاره که این مذاکرات با افغانستان به یک نتیجه مثبت برسه. اوضاع و شرایط بد نیست در بعد مذاکره و مصالحه اینا، به نظر من خیلی بد نیست، ما به شرط اینکه یک دیپلماسی و یک سیاست خیلی فعالی داشته باشیم و از این به اصطلاح جریانات مثبتی که پیش آمده و توران یک استفاده خوب بکنیم. آقای پشتون، واقعا تصمیم میره که پاکستان میگیره تصمیم انگلیس است و ایالات متحده آمریکا از دید انگلیس به نسبت به افغانستان نگاه میکنه؟ غواړم یوه جمله در پروسه سول یوه جمله بله یوه جمله اضافی است چې سوال سوایمه چې موږ تاسو د اتحاد جماهیر شوروی په وخت کې پیشکی یا د جلب احزار اردو درلودي او هغه اردو هغه اردو چې اتحاد جماهیر شوروی په شرموه د ډاکټر نجیب حکومت سقوط وکي او د مجاهدینو جبهه قوی کړي چې بل اخر ډاکټر نجیب را ولاړ سو هغه په پیسو واړوله لکه نن چې دا اردو دی بیا نو دی یو څه کامیابي حاصل کړه که په موجوده شرایطو کې موږ دغه اردو اوس پیش کړو یا په جلب احزار کړو نو خدای خیر چې د طالبانو او د داعش جبهې به څونې نورې هم قوي سي ځکه بیا زما زوی استاد زوی استاد زوی عسکري ته نه ځي دا وروره کړه نن چې کار کوي د پیسو په زور کوي رالم ستاسې اصلي سوال ته اصلي سوال دا دی وروره چې زه اوس هم په دې عقیده یم چې پاکستان ما مخکې ویل لکه د هندوانو مومن د جنت او دوزخ تر مابین دی د یوې خوا د انګلیس سره ډېرې زړې اړیکې لري و تازه اړیکې د امریکای سره مرتسی وینو چې د کال په میلیارډو ډالر امریکا و چې دغه ترکی پاکستان ترکی انګلیس په دې توان کې نه دی چې نور پیسې و پاکستان ته ورکړي و اندازه کومه کړو ورسره کوي مګر هغه خپل پخوانی محبوبیت یو سره پاتې دی یا د مشرتابه نن قوت ټول د امریکې په لاس کې دی په دې کې هېڅ شک نشته زه داسې فکر کوم لکه مخکې ما خبره وکړله امریکا په یو خاصه ستونزه کې موجوده ده چین تازه و ثانیه ته داخل شوی دی ډیر امکان لري که زموږ تحلیل صحیح وي چې د قطر پروسه چې ډیر وختي شروع شوې ده هغه دې په دې خاطر ځنډېدلې وي چې نوي بازیګران میدان ته در داخل شول او امریکا کوشش کوي ځکه چین په څو لحاظو اهمیت لري یو د چین روابط پاکستان سره بل د چین روابط په منطقه کې ډیر مهم دي دا خاص تاثیرات لري او د چین علاقه په افغانستان کې ډیر مهمه ده ځکه دوی تازه وزغواړي چې افغانستان ته لار پیدا کړي او په افغانستان کې هغه طبیعي زیرمې چې موږ په افغانستان کې لرو هغوی ته مشخصا بالا جواب خود به ما یا واقعا ایالات متحده امریکا به مشوره
یا مشوره بالاخره از انگلستان میگیره در قسمت افغانستان و پاکستان؟ نه، ابدا پر یه موضوع که موافق نیم. زکر در امریکی یه وقت شاید موضوع وقت رو دی که موږ وایو چې 50 کاله مخکې یا د ساړه جنګ په وسط کې امکان لري ځینې تجربې چې انګلیس درلودلې هغه امکان لري د امریکې سره دا شان موجود و. زه یې بهترین مثال در کوم. تاسو په هلمند کې د انګلیسانو قوتونه ولیدل چې په ډېر تاب آب و تاب سره په هلمند کې داخل شول، لیکن پس له څو کاله بعد ناکامه دی دغه څه ولاړ. بالاخره د امریکا مرین قوای ولاړلې، هغوی کامیابه شول، هلمند یې پاکی. نو دا دا معنا لري که دوی په دې مسایلو کې موافق وای نو ولی ولی دا دا افتخار انګلیسانو ته نور کاوه چې د امریکانو وخت دی. دغه دا بالکل د دې څرګندوی کی چې هلته ځینې د رهبری دغه سته تفاوتونه سته. و خروج ایالات متحده امریکا به معنی ناکامی شه در اینجا؟ نه، زه فکر کوم چې امریکانو غوښته چې نور ځان خپل محکم کې په داسې یو ځای کې چې دنیا هغه ته ګوته ونیسي. زه ابدا په دې موافق نه یم. امریکا اوس هم په افغانستان کې په غیر مستقیم ډول موجوده ده. تاسو وګورئ 14 میلیارډه ډالره د کال در 2024 کال پورې د کوم تعهد نه ملان چې هلته سوي دي. مثلا د اس پی ای یا ستراتیژیک پیمان یو خو د امنیتي پیمان دی. اصلي مور د پیمان چې دغه ستراتیژیک پیمان دی، اصلي پیمان هغه پیمان چې کرزی امضا کوي، دا بل وجد خط دی، دا بل اهمیت نه لري. ډیر افغانان په دې فکر کې دي شو دا کرزی صاحب امضا نه کوي، ډیر شکر وکړي. زه وایم کرزی صاحب خو هغه اصلي پر پیمان خو د ستراتیژیک پیمان دی چې دا یې جز دی، دغه هغه امضا سوی دی. اما همین جز بالاخره اجرایی ساختون پیمان کله؟ بالکل بالکل، اصلي هغه پیمان دی او هغه پیمان په خپل قوت باقی دی او هغه پیمان به چې افغانستان ته تاسو وګورئ امریکایانو په لسهاو ورده خبره کړې ده چې نور افغانستان یوازې نه پرېږدي. تشکر استاد، چیزی په گفتن داره؟ بله، چرا نه؟ ببینیم ما با دید خوشبینانه اگر به قضیت بینیم، خدا کنه با خوشبینی به جای برسیم باز چی میشیم؟ اشتباه میکنیم. اگر ما فکر کنیم که ایالات متحده امریکا و چین و پاکستان تصمیم گرفتن که به اصطلاح خودشان توریسم در منطقه جمع کنن، دیگه ما باید بسیار خوشبین باشیم نسبت به حیات چند سال یا نزدیک منطقه. اما ما فکر میکنم که نه، ایالات متحده امریکا هدفش از ترویج بنیادگرایی به زعم خودش و دهشتگردی اهداف بلند مدت در مقیاس کل منطقه است و نباید چشمانداز صلح به این زودی ها ما تصور کنیم. تشکر آقای فریور، آقای ناطقی و آقای پشتون از حضورتان در بحث ما. بنده های عزیز، تا برنامه بعد شما را به لایو نیاز بسپارم.